نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات پارلمانی بسیاری را اینجا دست و پاچه کرده. 10 روز از تقویم کاریشان عقب هستند. آن هم به دلیل بسته شدن درب کمیسیون از سوی معترضان. بیش از 800 نفر برای وارد کردن اطلاعات رای دهنده ها در 2 نوبت به شمول روزهای تعطیلی کار می کنند. 35% کارمندان این بخش دختر هستند. دقت و سرعت 2 اصل مهم کارشان. کار را که ما گرفتیم هرچند کوتاه مدت است تاثیر زیاد روی زندگی ما کرده. ای که ما به نحو میتونم به کشورم از یک روزنه کمک بکنم، مصدر خدمت شوم و همچنان از لحاظ مالی هم میتونم من خوب حمایت بکنه. بیش از 10,000 نفر برای انتخابات پارلمانی 2018 درخواست کار به کمیسیون مستقل انتخابات داده بودند، اما از اون میان فقط 800 نفر موفق شدند تا در اینجا بتونن به خاطر کار کوتاه مدت وارد کردن اطلاعات رای دهندگان در سیستم راه پیدا بکنن. همه این افراد بر اساس مهارت تایپینگ هست که انتخاب شدند. در کنار این کارمندان بیش از 30,000 نفر برای ثبت نام رای دهنده ها در مرکز و ولایات کار کردند. نزدیک به 3,000 کارمند دیگر هم در پست های کلیدی برای روز انتخابات استخدام خواهند شد. بدون در نظر گرفتن روزهای رخصتی که پنجشنبه جمعه و به زیاد ساعت های کاری ما کارا را آغاز میکنه، کارمندان ما کار میکنن تا ما بتانیم که روزهای از دست رفته را تلافی بکنیم. کارمندای ما که در بخش‌های دیگر دائمی و موقت داریم به روز برگزاری انتخابات که هم از یا از طریق رقابت آزاد استخدام میشه. کمیسیون انتخابات برای انتخابات پارلمانی امسال تا حال بیش از 100 میلیون دلار کمک دریافت کرده. حکومت هم قرار است 11 میلیون دلار خرج کند. خرید و انتقال مواد، تهیه تجهیزات روز انتخابات و حقوق کارمندان مصارف عمده انتخابات است. گفته شده در 1 دهه گذشته بیش از 1 میلیارد دلار برای برگزاری انتخابات در افغانستان هزینه شده. اما دولت هنوز هم پس از 17 سال حکومت داری نمیتواند نیم هزینه انتخاباتش را بپردازد. نسرین نوا، BBC، کابل.